خانش رهایی، اجرا از پری عسکری و پروفسور الله‌یار کنگرلو، برنامه در الوان تیوی. گرمترین درودها خدمت بینندگان نازنین فارسی زبان در هر جای جهان که هستید و برنامه ما رو می‌بینید. امیدوارم شاد و پویا و تندرست باشید. پری عسکری هستم در سومین برنامه از سری برنامه‌های دانش رهایی در خدمت پروفسور الله‌یار کنگرلو هستیم. در برنامه گذشته دکتر کنگرلو راجع به موضوع فلسفه و آیا انسان آزاد هست یا نه، حصارهای مصنوعی و امکان آزادی از آن حصارها توسط فلسفه برای ما سخن گفتن. در این برنامه به ادامه بحث با پرسش‌های دیگری از جناب کنگرلو برنامه را ادامه می‌دهیم. درود بر شما جناب کنگرلوی عزیز، خوش آمدید. درود بر شما خانم عسکری عزیز، خیلی خوشحالم که یک روز دیگه با شما و بینندگان عزیز شما هستیم. خواهش میکنم. جناب کنگرلو، امروز میخواییم با یه بحث که فکر میکنم برای بیننده های ما جالبتر هست در واقع برنامه را ادامه بدیم، و آن این که آیا به نظر شما خدا وجود دارد یا ندارد؟ بفرمایید. ببین، ما درباره این مسئله خیلی صحبت کردیم از جنبه های مختلف، از زوایای مختلف، در رابطه با صحبت های فیلسوفای بزرگ، دانشمندان بزرگ، اشخاص واقعا پیشگامان جامعه صحبت کردیم، و اینی که آیا خدا وجود دارد یا نه، این یک مسئله ایه که خب علم نمیتونه اینو به هیچ وجه ثابتش بکنه. یعنی عدم وجود یک چیزی رو نمیشه ثابت کرد، وجود یک چیزی رو میشه ثابت کرد ولی عدم وجودش رو نمیشه ثابت کرد. به همین خاطر یعنی یه مسئله ای هست، یه پرسشی هست، یه موضوعی هست که دانشمندان بهش نمیپردازن. دانشمندان واقعا یا متفکرین یا فیلسوفا به طور کلی به ناشناخته های دنیای اطرافشون نگاه میکنن و اون ناشناخته ها رو یا از طریق ابزاری که در اختیارشون هست، و این ابزاری که در اختیارشون هست ابزاری که هست که دائما در حال پیشرفته، دائما در حال گسترش و توانمندتر شدنه، از طریق اون ابزار به وسیله طراحی آزمایش های بسیار دقیقی به این مسئله میپردازن و به ناشناخته ها. ما واقعا وظیفه ما و میل ما و واقعا هیجان ما برای اینی که بیشتر به دنیای اطراف خودمون آگاهی پیدا بکنیم در این مقوله میگنجه، یعنی در مقوله ناشناخته ها رو به شناخته ها تبدیل کردن، و در این راه هم دانشمندان و هم فیلسوفا واقعا کارهای درخشانی کردن. یکی از فیلسوفایی که همونطوری که من هفته گذشته به شما گفتم، یکی از اونا شوپنهاوره، آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، و یکی دیگه شون هم نیچه هست، فریدریش نیچه، که یه مقداری فکر میکنم هفته گذری به نیچه زدیم، ولی میتونیم بیایی که این رو کردن به همین پرسش پرداختن، واقعا پرسش وجود خدا، و این واقعا مسئله سلیقه‌ای نیست یا که کسی بگه من خدا رو دوست دارم به این خاطر خدا وجود داره، یا اینکه من دوست دارم خدا وجود داشته باشه، یا اینکه کسی دیگه عکس اینو بگه. واقعا اگر بخوایم بهش به شکل یک موضوع علمی نگاه کنیم، باید که همونطوری که موضوع علمی دیگر رو بهشون میپردازیم بهش بپردازیم، و پرداختن به مسئله خدا میتونه اون شکلی که مذاهب باش میپردازن باشه. یعنی به شما بگن که این یک
کتاب آسمانیه که از آسمان اومده، در یک زمان خاصی از آسمان حلول کرده، به یک آدم خاصی حلول کرده و این آدم ما رو دعوت به پذیرش برای وجود خدا کرده. این یه راهشه، راهی که بهش میگن راه وحی. یه راه دیگرش راهی هست که دانشمندان انجام میدن، یعنی تمام اون ناشناخته هایی که به وسیله دنیای مذهب بهش پرداخته شده، براش پاسخ پیدا شده، برای پرسش هایی که در ذهن کنجکاو انسان هست، برای اونا جواب های و پاسخ های علمی و متقن پیدا میکنیم، یعنی با گواه و شاهد، با آزمایش و نشون دادن این که آزمایش هایی که میشه این ناشناخته ها رو به شناخته تبدیل کرد. و خوبی اون روش دوم، یعنی روش علمی، اینه که از طریق روش علمی شما میتونین این کارهایی که اونا میکنن یا ادعاهایی که دانشمندان میکنن رو میتونین بازسازی کنین، یعنی همون آزمایش انجام بدین ببینین که به همون نتیجه میرسین. و به این ترتیب ما تعداد زیادی ناشناخته رو در طول تاریخ بشر به شناخته تبدیلشون کردیم و این شناخته ها الان واقعا یک گنجینه ای رو برای ما درست کردن که این گنجینه رو بهش میگیم واقعا دانش. حالا یه نکته که خیلی مهم هست درباره این سوال شما اینه که این یافته های علمی بیشتر متاسفانه در درون جمع کوچک دانشمندان باقی میمونه و این دانشمندان هستن که آگاه میشن به این ناشناخته ای که به وسیله آزمایش های علمی اونو تبدیل به شناخته شده، ولی مجموعه این ناشناخته ها به وسیله یک سازمانی، تشکیلاتی، یک نهادی در جامعه کنار همدیگه گذاشته نمیشه که ببینیم نتیجه این همه یافته علمی چه اثری روی اون پاسخهایی که در غیاب دانش به وسیله مذاهب یا فرهنگ ها یا سنت ها به ما ارائه شده بود در مورد جواب به اون پرسش ها، در اون مقوله اینا میتونن چه کار بکنن. یعنی مجموعه علم، نه فقط یک علم خاص، نه یک دانش خاص، نه یک دیسیپلین خاص، بلکه مجموعه چیزهایی که فیزیک و شیمی و واقعا نجوم و علوم فضایی و پزشکی و فلسفه، همه اینا رو هم دیگه، این یافته هایی که به دست آوردن، دستاوردهای بشر دیگه، اینا این دستاوردها رو کنار هم دیگه گذاشتن و ازش معنی استخراج کردن، اون موقع میتونه علم رو و دانش رو در خدمت پاسخ به این سوالی که شما الان پیش کشیدین قرار بده. یعنی اینکه آیا این مجموعه یافته های ما در این حداقل در این 1000 سال گذشته، بیشترش در ظرف 100 سال گذشته، ولی یه مقداری هم از گذشتگان دورتر به ما رسیده دانش های، ولی سرعت رشد دانش بشر، سرعت دست یافتن به ناآگاهی ها و ناشناخته ها و تبدیل کردن اونا به آگاهی ها و شناخته به شکل وحشتناکی افزایش پیدا کرده در ظرف 100 سال گذشته و همینطور هم داره این سرعت بیشتر و بیشتر میشه. و الان فکر میکنم که در موقعیتی هستیم که بتونیم به این پرسش به شکلی جدی‌تری بپردازیم، نه که برایش پاسخ پیدا کنیم، برای که همونطوری گفتم برای ما هیچ وقت عدم وجود یک چیزی رو نمیتونیم ثابت بکنیم. اگه من به شما ادعا بکنم که بگم مثلا فرض کنیم که یک سماور داره دور کره مریخ میگرده، درست مثل اینکه زمین داره دور خورشید میگرده، اگه همچین ادعای عجیب و غریب بکنم، هیچ کس نمیتونه عدم منو، عدم وجود این سماور رو ثابت بکنه. اگر یه موقعی به این سماور بر بخورن، وجودش ثابت میشه، ولی چون بر نخوردن نمیشه، عدم به این دلیل کافی برای عدم وجودش نمیشه، برای اینکه در فضای بیکران و فضای بسیار بزرگی هست که ما نمیتونیم این ثابت بکنیم. برای عدم وجود، ثبوت عدم وجود کار تقریبا غیر ممکنیه و همین دقیقا از همین موضع هست که مسئله خدا اینقدر دوام آورده، مخصوصا خدای مذاهب، اون خدای فانتزی که مذاهب ارزش میکنن، که حرف میزنه با یک کسانی، امر و نهی میده، امر به کشتن انسان ها، کشتن فجیع انسان ها حتی،
امر به دخالت در امور زندگی خصوصی مردم، دخالت در مورد رابطه انسان‌ها با هم دیگه، رابطه جنسیشون با هم دیگه، رابطه مالیشون با هم دیگه. واقعا اون خدا به وسیله برهان ما میتونیم بگیم که به وسیله تعقل و خردورزی میتونیم بگیم که اون خدا وجود نداره و بحث‌های زیادی هم وجود داره که میشه واقعا بهش پرداخت به شکل موجز و دقیق و روزها و ساعت‌ها در مورد این، در مورد جنبه‌های مختلف. مثلا ما میتونیم هر آیه ای از انجیل و تورات و قرآن رو بگیریم و یکی یکی اونا رو محک بزنیم با یافته‌های علمی، با تعقل علمی، با روش علمی، و به این عدم انطباقش رو، عدم قابلیت مستدل بودنش رو از طریق اصول علمی میتونیم، از اون شکل میتونیم نشون بدیم که یکی 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 حداقل اگر به وجود خدا یا عدم وجود خدا نرسیم، حداقل میتونیم بگیم که این خدایی که این حرفای بچگانه رو میزنه که با اصول علمی انطباق نداره، چطور خدایی میتونه باشه؟ خب مسلما همون خدایی هست که ما دیدیم دیگه، دیدیم در اروپای هزاره پیش، در اروپای 400 سال 500 سال پیش چه جنایتهایی رو مرتکب شد، در ایران امروز چه جنایتهایی داره مرتکب میشه، و در تمام سرزمین هایی که به طور کلی خدا در آنها فرمان روایی میکنه، جنایت هایی و عقب افتادگی هایی انجام میشه که مسئولش مستقیما همون تفکراتی هست که خدا محوره. بله، خدا هر دفعه به یک اسم، یک بار الله هست، یک بار به هر حال ادیان های مختلف هر کدام نامی برای خدا میگذارن و با این خداشون هر کاری که دلشان بخواد در واقع بر سر بشر و بشریت پیاده می کنم. به نوعی جناب کنگلوی عزیز، همونطور که اشاره کردید در هفته قبل صحبتی راجع به شوپنهاور در میان آمد، آیا ایشان جایگاه ویژه‌ای برای در امر رهایی بشریت دارند؟ لطفا بفرمایید. بله، همه فلاسفه‌ای که مستقیما در رابطه با این پرسش‌های بنیادی که الان گفتم، پرسش بنیادی پیدایش جهان هستی مثلا کار کردن، نامشون تو این مقوله‌ای که من گفتم می‌گنجه. مثلا ابو علی سینا به بحث حرکت به طور کلی پرداخته، خیلی پرداخته در کتابش، من نوشتاش، من نشون داده که هر چی داره حرکت می‌کنه. یعنی این به نظر حرف ساده‌ای میرسه ولی خیلی عمیقه، خیلی ژرفا داره این حرفی که او زده. یعنی تغییر، موقعی میگیم حرکت یعنی تغییر فضا بر حسب زمان. این البته خود بحث فضا و زمان خیلی خیلی اساسیه، ما توی برنامه‌های ذات هستی بهش پرداختیم، و اینی که پیدایش چیز از هیچ چیز به پیدایش زمان و فضا انجیده. یه مقداری تو اون برنامه بهش پرداختیم ولی خیلی بحث بسیط و گسترده‌ای هست که نمی‌خوام اینجا واردش بشم. امروز خیلی بحث گسترده‌ای در فیزیک هست و امروز بهترین مغزهای توی دنیای فیزیک به این بحث اینی که چطور هیچ از هیچ به همه چیز رسیدیم و حتی خود زمان فضا هم یک زائیده اون مرحله و اون روند ابتدایی پیدایش جهان هستیه. ابو علی سینا ارائه اصل بقای مومنتوم یا پایایی تکانه‌ای که بهش پرداخت. برای اولین بار ابو علی سینا اون اصل بقای مومنتوم رو عرضه کرد و بسیار مبنای مهمیه برای درک تداوم و گوالش حرکت اجسامه. در کتاب معروف خودش فی سما و العالم یا درباره عرش و زمین، یا در یک کتاب دیگه به نام فل افعال و الانفعالات، یعنی درباره کنش و واکنش. ببین خود کتاب، اسم کتاب رو ببین چی گذاشته، درباره کنش و واکنش کتاب نوشته ابو علی سینا. به نحوه اثرگذاری اجسام روی دیگر میپرداخته، برای اینکه میدونسته با اون نبوغی که داشته، میدونسته که این مسئله بسیار مهمیه. در درک ابو علی سینا از نقش مومنتوم، او به نحوه نظری نقش استکاک
برخورد میکنه و اونو فرموله میکنه و میگه که اجسام متحرک در صورت عدم وجود اصطکاک برای ابد به حرکت خودشون ادامه میدن. خب این مسئله یکی از بزرگترین و قامزترین مسائل رو که در ذهن بشر همیشه نقش بسته بوده رو حل میکنه. چطور این کائنات همواره در حال حرکتن، چرا زمین دور خورشید میگرده، میلیاردها سال داره میگرده و اون انرژی که این گشتن خورشید زمین رو به دور خورشید پایدار میکنه اون انرژی چیه؟ خب این مسئله که اول سینا میگه خیلی این سوال رو روشنش میکنه، تاریکی ما رو در میاره. وقت چرا درک همگن و ژرف از تجربه انسانی نیاز به تسلط به دنیای پدیده ها داره؟ ببین مثلا الان در برای این صحبت کردیم که اول سینا برای اینی که به اون پرسش های اساسی جواب بده به دنیای پدیده ها پرداخته. چرا مثلا اجسام اصطکاک دارن بینشون موقعی حرکت میکنن؟ بعد عدم وجود اصطکاک چه الزاماتی داره؟ این برابر این درک پدیده ها خیلی مهم و چندگانگی پدیده ها یه امر خیلی مهمیه که شوپنهاور برای درک اون به واقعیت زیربنایی جهان هستی پرداخته. یعنی میگه که درک پدیده ها و پدیده های اطراف اون خیلی مهمه. اگه به اینا ما تفکر بکنیم به این پدیده ها خیلی چیز یاد بگیریم. اون از فرضیه ایمان کانت شروع کرد و به این نتیجه رسید که واقعیات دنیا از طریق حواس ما وارد ذهن ما میشن، وارد ذهن انسان میشن. یعنی ما دنیا رو به یک شکل خاصی میبینیم، یعنی مقداری از واقعیت رو ما درک میکنیم، نه تمامی اون رو. مثلا تجربه اجسام در فضا و زمان، ما همه اجسام رو در فضا و زمان میبینیم ولی هیچ وقت به این شکل بهش فکر نمیکنیم. و هم رابطه علت و معلولی هم ما همیشه فرض میکنیم که درسته. شما اگر این تجربه اجسام رو در فضا و زمان و همراه این رابطه علت و معلولی به نظر بگیرید، میفهمیم که به ما میگه که چون چیزهایی که اطراف ما هستن به نظر ما میرسند، به این معنی نیست که در وجود خودشون چنین هستن. این حرف رو کانت میزنه و شوپنهاور این حرف رو بستش میده. یعنی این که ما فکر میکنیم که همه چیز به این اون شکلی که به نظر ما میان به همون واقعیتشونه. بعد شوپنهاور و کانت نظر به اینی که چیزها به خودی خود منفک و متفاوت با اون چیزی که به نظر میرسند و این نظریه معقولیه و شوپنهاور در تمام عمرش به اون پرداخت که آیا چیزها به خودی خود هستن یا اینی که اگه واقعا به خودی خود باشن اون وقت اون از همدیگه مجزاشون میکنه. اشیایی که در اطراف ما هستن اون وجود خود به خودی خودشون هست که اینا رو از همدیگه متفاوت میکنه و این از همدیگه متفاوت بودنشون و درک ما از اون وجود اونا ما رو به نهایی بودن این حکم، اینی که دنیای اطراف ما همون چیزی هست که به چشم ما میاد. شوپنهاور در تمام عمرش به این مسئله پرداخت و خب میدونست و خب خوشبختانه قبل از اون کانت بسیار در این مورد صحبت کرده بود و گفته بود که به دلیل این که درک واقعیت به ناظر یا حداقل به حواس پنجگانه، اون ناظر ماییم، به حواس ناظر بستگی داره. یعنی اگر شما یک حس دیگه هم داشتین، مثلا فرض کنید که حسی که بتونه با چشم بینایی شما از طریق مثلا ایکس ری باشه به جای اینکه از طریق نور مرئی باشه، بنابراین واقعیات یه شکل دیگه به دست میومدن. ولی ما عادت داریم که فکر کنیم که اون چیزی که واقعیه، اون اثری که واقعیات روی ذهن ما میذاره از طریق حواس ما تمام ماجراست، تمام حقیقته. و به هیچ وجه به این فکر نمی‌کنیم که واقعیات یه وجودی در خودشون دارن و به این شکل واقعیت انسان‌ها وسیله‌ای برای دسترسی پیدا کردن به این جهان هستی هست. یعنی فکر می‌کنیم که ما اون چیزی که اون واقعیت اجسام، واقعیت اشیاء، واقعیت جهان منفک از اون چیزی که ما می‌بینیم نیست و این شکلی از واقعیت که به نظر ما میرسه همون تمام دنیای واقعیت، یعنی دنیای تصورات
در خلال تجربه رو ما اسم میذاریم واقعیت. این اون چه هست که ما به اون عقل سلیم میگیم، یعنی اگر واقعیت من با واقعیت شما انطباق پیدا کنه با میگیم عقل سلیم، یا به انگلیسی بهش میگن common sense. و دنیای علم یا دنیای این زندگی که به ذهن ما میرسه، این دنیا واقعا حکم خودش رو تحمیل میکنه به ما، یعنی به ما تفهیم میکنه که این مشاهدات ما، اون چیزی که از طریق حس ما وارد ذهن ما میشه، ذهن ما رو میسازه و این کل واقعیات میشه. و ما واقعا برهان و استدلالی که میاریم تو زندگی بر اساس این جنبه از واقعیت هست. با این تفاصیل، آیا برهان و ذهن ما در واقع میشه از برهان و ذهنمان استفاده کنیم و واقعیت تعریف کنیم و بگیم که واقعیت چیست؟ این یه پرسش خیلی مهمه که خیلی گره های ذهنی رو میتونه برای ما باز بکنه. مثلا اگه شما فکر کنید که تابلوی پشت شما واقعیتش همه اون چیزی هست که به نظر میرسه، یا مثلا اون کتابخونه‌ای که در کنار شما هست، یا میکروفون شما، کامپیوتر شما، آیا ممکنه که چند چیز در درون یک چیز بوده باشه ولی فقط به نظر شما اون چند چیزی که در درون یک چیز جا گرفتن اونا به نظر شما یک چیز میرسن؟ یعنی این فرض اصلا غیر ممکنه، هیچ کسی اینجوری فکر نمیکنه، هیچ کسی فکر نمیکنه که اشیا رو مجرد و مجزا ما تلقی میکنیم، یعنی فکر میکنیم که این کتابخونه یک چیزه، فقط همون کتابخونه است، اون تابلو یک چیزه، فقط تابلوه. امکان این وجود نداره که چندین تابلو توی همدیگه وجود داشته باشن. و درست مثلا شما اگر نمیدونم هیچ وقت توی کامپیوترتون اتفاق افتاده که چند تا این فولدرهایی که این آیکانهایی که برای مثلا یه دونه کامپیوتر، برای یه دونه فایل دارین یا برای یه دونه اپلیکیشن دارین، اینا رو هم دیگه قرار بدین، بعد هر کدوم که از اینا رو برمیدونین یکی دیگه شبیه اون از زیرش بیرون میاد، یا واقعیتی شبیه به اون عروسکای روسی که هر کدوم باز میکنین یه عروسک شبیه به اون درونش هست. ما به واقعیات جهان هستی اینجوری فکر نمیکنیم. ما فکر میکنیم که اون تابلو یکیه و همون به این خاطر یکیه، اینجا چند تا تابلو از دیوار شما آویزون نیست، یه دونه تابلوه، به این خاطر که به نظر شما اینجوری میرسه. هیچ انسانی فکر نمیکنه که چندین چیز میتونن یک فضا رو اشکال کنن. ما عادت کردیم که واقعیت اشیا به خودمون بقبولیم که واقعیت اشیا اون چه هست که به نظر میرسه. واقعیتی ورا و منفک و جدا از اون چیزی که به نظر ما میرسه وجود نداره. یعنی اگر رابطه اشیاء رو با زمان و مکان نگاه کنیم، فکر کنیم آن چه هست که به نظر میرسه، اون اجماع همه چیز در جهان تابع اجماع، منظورم پلورالیتیه که در این اجماع همه چیز در جهان واقعا تابع مقررات زمان و مکان و علت و معلولی، همونطوری که شوپنهاور گفته. اگه ما اینو بفهمیم اونجا به درک عمیق‌تری از هستی رسیدیم، یعنی واقعیات نهان هستی ورای واقعیات ظاهری اونه، یه همچین فرضی ما بکنیم. بنابراین یه واقعیت واحد در ورای دنیای چندگانه میتونه وجود داشته باشه که درک اون را از طریق تفکر ممکن فقط میتونه بکنه. شاید هم یه روزگاری از طریق آزمایش و از طریق علمی بشه بکنه. فعلا در حال حاضر فقط از راه فلسفه میتونیم به این مسئله بپردازیم که آیا واقعا واقعیت واحدی وجود داره در ورای جهان هستی و اون واقعیت واحد منفک و متفاوت و جدا از این چیزی هست که به نظر میرسه. برای اینکه یه چیزی متفاوت، به این خاطر ما میتونیم به یک مثال ساده متوسل بشیم. این مثال ساده این است که مثلا شما اگر برای اینکه یه چیزی مطمئن فکر کنید که یه چیزی بخواد یه چیز دیگه متفاوت باشه، باید یا در یک زمان
در دو مکان متفاوت رو اشغال کنن این دو چیز، یا اینکه در یک مکان در دو زمان متفاوت وجود داشته باشن. یعنی شما اگه دو تا جسم در یک زمان در یک مکان قرار داشته باشن، دو جسم نیستن دیگه، یه جسم هستن. همون مثالی که درباره تابلو و کتابخونه شما زدم. خارج از زمان و مکان ما نمیتونیم همین انتظار رو داشته باشیم. یعنی خارج از زمان و مکان پدیده ها میتونن غیر قابل تفکیک باشن و میتونن پدیده های غیر قابل تفکیک میتونن وجود داشته باشن، ولی در درون این زمان و مکانی که ما محصور هستیم دیدیم که مثلا اگر یک صندلی تو اتاقتونه، اگه میخواین همون جای یه صندلی دیگه بذارین، باید اون صندلی اولی رو کنار بزنین که اون فضا باز بشه، بعدن یک صندلی دیگه جای اون بذارین. برابری میبینیم دو جسم نمیتونن در یک زمان یک فضا رو اشغال بکنن. و این پدیده در خارج، ولی خارج از زمان و مکان میشه فکر، این مشخصه، این نقص زمان و مکانه. خارج از زمان و مکان میشه فرض کرد حداقل، یا میشه اینجوری استدلال کرد که این خصلت محدودیت زمان و مکانی در خارج از این فضا و زمان وجود نداره و میتونه یک پدیده غیر قابل تفکیک در خارج از زمان و مکان وجود داشته باشه که در همه جا جریان داره و خارج از حیطه درک ماست. شوپنهاور در این مورد یه مقداری با کانت مخالف بود و میگفت که باید در ورای دنیای ظاهری یه واقعیت واحد تجزیه ناپذیر وجود داشته باشه و اون واقعیت رو بعضیا مثلا به خدا تعبیر کنه. سپاس از شما جناب کنگلو. در واقع یعنی همه چیز، چه جسم، چه جان، هر چیزی که در مکان و زمان هست، فوتوهای از اون حالا جسم یا اجسام، انسان‌ها، حیوان، هر چیزی که تصور الان به تصور ما برسه، کپی های فراوانی از اون هست، منتها ما نمیبینیم اونها. آیا این درست، من درست استنباط کردم؟ در دنیایی که ما درش محصور هستیم، در دنیای فضا و زمان اینجوری نیست، ولی خارج از جهانی که قوانین زمان و فضا برش حاکم باشه، میشه این تصور رو کرد که اشیا بتونن، چیزهایی که در اونجا هستن منفک و مجزا از همدیگه نیستن، فقط یک پدیده واحدن. اجسام منفک و مجزا از همدیگه خصلت و خصیصه این دنیا هستن، دنیایی که در درون فضا و زمان محصور شده. و میشه تصور کرد که دنیایی وجود داشته باشه که خارج از فضا و زمان، خصلت عمده اون دنیا فضا و زمان نیست، که در درون اون دنیا، در درون اون دنیای ورای فضا و زمان، پدیده ها یک پدیده واحد هستن و پدیده های واحد میتونن به طور همزمان فضای خاصی رو اشغال کنن. البته خود این حرف هم تناقض‌آمیز میشه، ما نمیتونیم بگیم اشیاء و پدیده ها فضای خاصی، یک فضا رو میتونن اشغال بکنن، برای اینکه لازمه اون دنیا اینی که فضا وجود نداشته باشه و زمان، حداقل فضا و زمان به شکل منفک از هم دیگه وجود نداشته باشن. در اون شرایط میشه به پدیده فکر کرد که واحد و همگون و در همواره در حال جریان هست. با این تفاصیل، نقش خدا در تعیین زندگی چیست و چه کمکی برای رهایی انسان میدونه باشه و کمکی برای دانش میدونه باشه؟ بله، اعتقاد به خدا واقعا پنجره نگرش به جهان رو خیلی محدود میکنه، زیرا در تمام مذاهب، همونجوری که همه میدونن، شما میدونین، من میدونم، در تمام مذاهب یک کتاب وجود داره که پاسخ به همه پرسش‌ها در اون کتابه. در چنین نگرشی به هستی و ناشناخته‌ای نمیتونه خارج از متون مقدس وجود داشته باشه و اگه باشه ارزش شناختن نداره. ذهن مؤمن بر اثر اعتقاد به این پنجره و بعدش بعد از یه مدتی اعتماد و اعتیاد به پاسخ‌های ساده لوحانه
و تماما نادرست به پرسش‌های بنیادی، از پویایی و برآورده شدن نیازهای طبیعیش که همونا پاسخ‌های مستدل بر اساس گواه برای پرسش‌های بنیادی میمونه، واقعا باز میمونه ذهن مؤمن. برای اینکه ذهن مؤمن تمرین درست مثل یه آدمی که ماهیچه‌های خودش استفاده نکنه، بشینه توی رخت خواب، هر چقدر هم سالم باشه یواش یواش اون ماهیچه‌ها از بین میرن و واقعا ذهن مؤمن اینجوری میشه، یه ذهن ایستا، منجمد و در حال زوال. این ذهن ایستا و منجمد همواره در زیر رگبار پرسش‌هایی که زندگی در جهان مادی به سوی فرد روان می‌داره قرار داره. این مؤمنین نمیتونن از این فرار کنن، برای اینکه همواره این مغز انسان که در طیش میلیون‌ها سال گوالش پیدا کرده، دیولپ شده، این خصلت مغز انسان هست، خصلت ذهن انسان هست که کنجکاو و جستجوگره و به وسیله محدود کردن پاسخهای خودمون به پاسخهایی که در درون متون مقدس وجود داره، ما نمیتونیم این ذهن پرسشگر رو از کار بیاندازیم. ولی تضاد در پاسخهایی که مذهبیون به پاسخهای نهایی میدن و نیازهای مدرن مادی، فرد مؤمن رو به درونگرایی و همگرایی با هم اعتقادانش وامیداره. این یه خصلتی که داریم میبینیم که جوامع مذهبی دقیقا این شکلی میشن. این روند بسیار خطرناکیه، برای اینکه شخص در حالی که نیاز طبیعی اجتماعی بودنش برآورده میشه، اونم از طریق اجتماعی بودن با همپالکی‌ها و هم اعتقاد معتقدین خودش، ولی تضاد زیربنایی اعتقادش با واقعیات دنیای خارج همواره شدیدتر و شدیدتر میشه. دلیل اینی که مذهب‌ها در نهایت به ویرانی خودشون دست میزنن در حالی که میخوان خودشون رو قدر قدرت مند بکنن دقیقا همینه. این تضادیه که بین جنبه اجتماعی انسان و اون ادعای مذهب برای پاسخ داشتن به تمام مسائل ایجاد میکنه. این تشدید به ساختن دیوارهای زخیمتر و بلندتر دور معتقدین میانجامه، برای اینکه هرچی که تضاد بیشتر میشه باید اینا ارتباطشون رو با دنیای خارج کمتر بکنن که اون یافته های دنیای خارج ورود به جامعه مذهبی نکنه و جلوی ورود یافته های علمی رو از درون جامعه مذهبی میگیرن، برای اینکه پایه های اعتقاد مؤمنین رو متزلزل میکنه. همین جوری که شما مثلا دیدین که در تمام طول دوران تاریخ موقعی که مذهب حکم روا بوده و قانون قدرت سیاسی داشته، این کارو کرده، جلوی مسیر طبیعی ورود و اشاعه اطلاعات و دانش رو گرفته و این یکی از الزاماتش هست که برای اینکه بتونه بقای خودش ادامه بده، برای اینکه هر دانش جدیدی، هر یافته جدیدی، هر آگاهی مدرنی به متزلزل شدن اون تفکری که گفتم میانجامه. این درست عکس و متضاد روند رهاییه. این روند همونطور گفتم به قید و یوغ کشیده شدن میانجامه. نیچه خیلی زیبا در اعلام مرگ خدا در کتاب گی ساینس یا حکمت شادان در سال 1882 این نظریه رو خیلی واقعا زیبا بیان میکنه و این خیلی به راحتی میگه که چطور نظریه وجود خدا میتونه انسان رو به یوغ بکشه و خیلی در رابطه با این پدیده واحد میتونه، اگر کسی بهش بپردازه، اگه بتونه مثلا در این رابطه به گفتار، به برهان دانشمندان و فیلسوفا بپردازه، میتونه خیلی اون مسئله وجود خدا رو حلش بکنه. ما میدونیم که خدای مذاهب یه خداییه که یه موجودیه که تشنه تملک و تشنه قدرت و تشنه انتقام جویی و قابلیت این تصویر از خدا، قابلیت انطباق با واقعیت واحد تجزیه ناپذیر و ناممکن، واقعا در پدیده که گفتم قبلا یه پدیده ای است که ناممکن در مظروف زمان و مکان نیست.
خدای مذاهب یکی از بزرگترین دلایل ذلت و حبس بشر در زندانی متروک و محصور کننده جسم و جانه که قابلیت اعتلا رو واقعا از بشر سلب میکنه. این اون پدیده‌ایه که ما در این برنامه بهش پرداختیم در گذشته و قدم به قدم هم از جنبه‌های مختلف بهش خواهیم پرداخت و با شناخت بهتر میتونیم من فکر میکنم که خودمون رها کنیم. شناخت در اینجا واقعا میشه گفت که کلید رهاییه. بسیار عالی جناب کنگلوی عزیز. آیا در اینجا میشه پرسید که اعتقاد در ایمان در واقع مانع آزادی میشه؟ بله. ببینید، نباید ناقض یک دیگر باشن. نیچه در گفتارش در کتاب ضد مسیح یا آنتی کرایست موهن بودن ایمان رو به صراحت بیان میکنه، ولی این همونطوری گفتم نباید اینجوری باشه، ولی اینجوری هست و میگه که اعتقاد اساس واقعا یک علامت فساد هست. یعنی اعتقاد داشتن یه نوع نه که خودش فساد باشه، ولی علامت فساده که منتهی به بیگانگی از خود میشه اعتقاد داشتن. او حتی میگه که ایمان داشتن در واقع بردهداری از یک مفهوم والاست. در اینجا باید کمی روی این کلمه ایمان تأمل کنیم، در حالی که در فهم معمول و رایج زندگی انسانها ایمان یعنی اعتقاد به نادیده ها. نیچه ایمان رو بر حسب زبان تعریف میکنه و این یک مسئله هم پیچیده ایه، هم بعضی وقتا برای بیشتر آدم ها غیر قابل باوره که چطور میتونه اعتقاد و ایمان در رابطه با زبان تعریف بشه و بعدا بهش میپردازیم که چطور انسان اونجور که نیچه حداقل تعریف میکنه چطور دوست داره که از طریق ایمان آوردن اون نیاز خودش رو به اینی که بهش دستور داده بشه برآورده میکنه. یعنی مؤمنین کسانی هستن که اینجوری نیچه تعریف میکنه که کسانی هستن که دوست دارن بهشون دستور داده بشه. کسانی که دوست ندارن بهشون دستور داده بشه که اعتقاد به چیزی ندارن، مؤمن نیستن به چیزی، به روش علمی اتکا میکنن، ایمان ندارن به روش علمی، به علم و روش علمی اتکا میکنن برای اینکه قابلیت مسئله حل کردن داره. واقعا ولی مؤمن به چیزی نیستن، برای اینکه همونطوری که نیچه میگه مؤمن بودن یعنی نیاز به دستور فرمان بردن رو در انسان ها برآورده میکنه. برعکس تنها هنگامی واقعا انسان میتونه لذت آزادی و یا قدرت تعیین سرنوشت و اراده آزاد پیدا کنه که واقعا یک پایانی بر همه اعتقادات خودش و اون آرزوی قطعیت در زندگی بزنه. تا زمانی که ما آرزوی قطعیت داشته باشیم مجبوریم که به کسانی که وهم دانش دارن اعتماد بکنیم، نه به کسانی که دانش واقعی دارن. کسانی که دانش واقعی دارن پر از شک و تردیدن. کسانی که واقعا قاطع بودن و ایمان داشتن و فکر کنن که جواب 100% برای همه چیز دارن، خود اینا نشوندنده عدم وجود دانش و عدم ناآگاهیه. ولی همونطوری گفتم نیچه هم ایمان رو بر اساس زبان تعریف میکنه که این یک حدیده بسیار نوعیه، یک نظریه بسیار نوعیه. بسیار عالی جناب کنگلو، امیدوارم که خستتون نکرده باشم. یه پرسش دیگه از شما میپرسم و بقیه یه پرسش ها در برنامه های میسپاریم به برنامه های آینده. ایمان و زبان که شما ازش یاد کردی چه ربطی به هم دارن؟ اگر بله، نیچه معتقده که زبان حاوی ایمانه. میگه که
زبان گویشگرانش رو مجبور میکنه دروغ رو به واقعیت تزریق کنن. به این دلیلش استدلالش همینه که میگه کلمه ها الزاماً اون چرا بیان میکنن necessarily به انگلیسی میگه الزاماً بد مینماین یا بد جلوه میدن یا میشه گفت misrepresent میکنن. اینو توی کتاب معروف خودش کتاب Human All Human یا انسان زیادی انسان به صراحت بیان میکنه که برای روشن شدن مطلب میشه به کلمه واقعا اراده پرداخت و ببینیم چطور میشه این رابطه زبان و ایمان رو فهمید. اراده به عنوان یک کلمه لازم داره که یک ساختار مرزبندی شده در ذهن انسان بسازه، اگرم وجود نداره لازم داره که بسازه. ولی نیچه معتقده که وجود اراده لازم داره که هر عمل منحصر به فردی رو به عنوان جدا و غیر قابل تجزیه به اجزای کوچکتر بهش بگیریم. اون میگه که فکر کردن یک عمل ساختگیه، خودسرانه است و برای ساختنش باید یک عنصر از یک روندی رو انتخاب بکنه و بقیه رو حذف بکنه، که این میل عمل مصنوعی برای هدف هوشمند بودنه. بر طبق این نظریه فکر کردن محض یک کنش درونی جدا از احساسات، تصورات و خاطرهای ماست. نیچه معتقد نیست که چنین کنشی در فکر کردن اتفاق میافته. در اینجا مثلا ما میتونیم به عوامل دیگه‌ای که فکر کردن رو مقشوش و متفکر رو به بیراه میبره بپرده، مثل مثلا احساسات، خاطره ها و تعلق ها. نمیخوام الان فعلا به اونا بپردازم برای اینکه خودشون یه مبحث بسیار پیچیده و باز کردنش زمان بسیاری میبره، ولی میخوام بگم که اینا هم هست در فکر کردن. فکر کردن ما در یک خلأ انجام نمیشه، متأثر از تمام اون تاریخچه‌ای هست که ما به عنوان یک انسان به خودمون هم میکنیم. و من اینجا از این مسئله میگذرم، میخوام روی عمل فکر کردن یا گفتار و نقش اون چیزی که شما پرسیدید، نقش زبان و دستور زبان مخصوصا بپردازیم، چون رابطه ما با واقعیت از طریق گفتار میگذره و زبان هست که گفتار رو کنترل میکنه. از طریق این کنترل واقعیت، زبان واقعیت ها رو کج و معوج میکنه. یعنی اینی که شما هر چیزی که اون چیزی که به شما به نظر شما به عنوان واقعیت میرسه، واقعیت جهان خارج، این در یک گفتگوی شما با خود شما اتفاق میفته. یعنی اینی که شما در این گفتمانی که هر انسانی با خودش داره، در این گفتمان انسان‌ها واقعیت جهان خارج رو با خودشون مرور میکنن و این مرور واقعیت جهان خارج اونطوری که رفتار خودتون رو میبینین، رفتار دیگران رو میبینین، واقعیت‌های بیان شده از زبان دیگران رو با واقعیت‌های در حال چرخش در ذهن خودتون مقایسه می‌کنین و همواره در حال تصحیح این تصویری که شما از واقعیت دارین هستین. و این پروسه تصحیح رو ما بهش میگیم تصویری از واقعیت. و ولی این پروسه به چه شکلی اتفاق می‌افته؟ به شکل زبان اتفاق می‌افته. یعنی ما یک گفتاری در درون ذهن ما هست. و اشکال این کار اینه که چون واقعیات از طریق وسیله نقلیه زبان به ما منتقل میشه یا برای ما قابلیت لمس پیدا میکنه، زبان هم یه خصلت خاصی داره دیگه. خصلت زبان تکه تکه کردن واقعیته. از طریق زبان این تکه کردن، بنابراین چون ما واقعیت رو از طریق زبان میشنویم، زبان هم یک حقیقت پیوسته نیست، یک ماهیت تکه تکه داره. در کلمات زبان، در دستور زبان، اون رسپی برای ساختن و معنی تزریق کردن به زبان که لازمه حقیقت درک حقیقت دنیای خارج هست، این زبان رو یک پدیده دیسکریت و دانه دانه میکنه، تکه تکه میکنه. و این تکه کردن واقعیت از طریق زبان رو و ریختن واقعیت در قالب دستور زبان رو ما رو معتقد به همون ساختار دستور زبانی میکنه. یعنی فاعل تمام زبانها از جمله درست شدن، هر جمله هم فاعل داره، مفعول داره و فعل داره. وقتی هر جمله فاعله که همه کاره جمله است،
عمل جمله به وسیله فاعل انجام میشه. بنابراین چون زبان این ساختار رو داره، این اعتیاد به فاعل از طریق زبان به ما منتقل میشه که خدا رو ساخته. رابطه علت و معلولی هم که ما گفتیم اهمیت بسیار زیادی داره در این رابطه. رابطه علت و معلولی فعل رو ساخته، برای اینکه رابطه علت و معلولی هست که فاعل رو نسبتش رو به فعل تعیین میکنه. و بنابراین میبینیم که هر کدوم از این ساختارهای زبان، هم نقش فاعل هم نقش فعل، این در این ساختن ذهنی که خدا رو ساخته تشکیل مسئله. ما میتونیم به وسیله تعقل و تأمل درباره نقش زبان به فلسفه نیاز به خدا پی ببریم و او رو از اریکه سازندگی جهان به زیر بکشیم. در جهانی که ما قوانین اون رو کشف کردیم، دانشمندان هیچ اثری از دخالت، همونجوری گفتم، و نقش سازنده ندیدن. و چون برای انسان همه نادانسته ها که تا به حال تبدیل به دانش شدن قابل فهم بودن، این خود یک برهان قاطعیه برای عدم وجود آفریدگار. همونطوری گفتم عدم وجود یه چیزی رو نمیشه ثابت کرد، ولی از این طریق این قاطع ترین روشی هست که میتونیم حداقل به این طریق بگیم که نمیتونه خدا وجود. چنین جنبندی ما رو میتونه واقعا رها کنه و رها شدن برای انسان ها آغاز یک مسافرت بسیار دلانگیزه به سوی سرزمین زیبایی ها، سرزمین رویاها و سرزمین فرداها. با سپاس. بینندگان نازنین، در خدمت دانشمند گرانقدر در رشته فیزیک پروفسور الهیار کنگرلو بودیم. به اتفاق جناب کنگرلو با یکایک شما بدرود میگوییم تا برنامه دیگر و سخن دیگر از جناب کنگرلو. شاد و تندرست باشید. بدرود تا درود دیگر.